شهر شب در تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. با من ریحان فلاح. ابتدا سرخط خبرها. تداوم برخوردهای خشونتبار یشت ارشاد و تکرار واقعه مهسا امینی. بنابر تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، پلیس امنیت اخلاقی در اصفهان دختر بازداشت شده ای که حالش وخیم بود را در خیابان رها کرد. یک روز پس از اعلام جزئیات طرح جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علی نژاد در آمریکا، این فعال حقوق بشر در پیامی اختصاصی به ایران اینترنشنال از طرح ربایش خود در نشست داووس سوئیس خبر داد. FBI وقتی تایید کرد گفت بله ما هم تایید میکنیم، باید با پلیس هماهنگ باشین تا هتلتون رو ترک کنین. من کاملا پذیرفتم. ولی گفتگوی ایران اینترنشنال با یک شهروند استرالیایی که در ایران زندانی بود، گیلبرت میگوید جمهوری اسلامی از شکنجه و آزار جنسی برای گرفتن اعتراف از زندانیان علیه خودشان استفاده میکند. تشکیل هیئتی به ریاست محمد مخبر با تایید علی خامنه‌ای برای فروش دارایی‌های دولتی. همه اعضای این هیئت از هر گونه پیگرد قضایی به دلیل عملکردشان مسئول هستند. مهسا امینی. و ادامه خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از استرالیا تا اروپا و آمریکا. در هامبورگ ایرانیان از توماج صالحی خواننده زندانی حمایت کردند. وقت شما بخیر. در هر کجای دنیا که هستید، در این مجموعه خبری به آخرین ها از خیزش انقلابی ایرانیان و مهمترین واکنش ها و تحولات در جهان میپردازیم. پنج ماه پس از کشته شدن مهسا امینی، برخوردهای خشونتبار نیروی انتظامی با مردم در چارچوب گشت ارشاد همچنان ادامه دارد. بر اساس ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده، پلیس موسوم به امنیت اخلاقی یک دختر جوان را در اصفهان به زور بازداشت کرده و بعد او را که به شوک عصبی و تنگی نفس دچار شده و حال وخیمی دارد در خیابان رها می کند. اما مردم به کمک دختر می آیند. بعد که حالت بد شد بیرونت کردن؟ نه دم باید تنگ کارت تعدیل شده بود، داشت میمدیم همزادهای این یک آمریشی ها در این سای اقلاب باید سادم بعد مرام تحت میگم به شیگی دادم اومدن گرفتن باید آقا باید چی میبرد؟ من هم بردن ماشین نگاه باید بلند کرد بعد مرام بیرون دیگه حالا تنم میدن حالا اینو کجا بردنش تلفنم جواب نمیدن. الان چیز دیگه احتیاج نداری؟ نمیخوای ببرم به دکتر؟ هم شنه خودشو بده بفروشه کامل. بله، همزمان یک مسئول سابق گشت ارشاد در تهران در گفتگوی با وبسایت خبری انصاف نیوز عامل اصلی اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف را مرتضی طلایی دانسته و گفته این طرح در دوره فرماندهی او اجرایی شد. این مسئول که نخواسته نامش فاش شود گفته عامل اصلی طرح در کانادا به دنبال خوشگذرانی است و گشت ارشاد از ابتدا با مجموعی از قوانین نانوشته پایه‌ریزی شد، در حالی که هماهنگی‌های لازم با دیگر مراجع قضایی انجام نشده بود و پرسنل نیروی انتظامی هم مایل به فعالیت در گشت ارشاد نبودند.
با پگاه بنی هاشمی حقوقدان از لس آنجلس همراه میشیم برای پرداختن به همین موضوع. خانم بنی هاشمی، بعد از 5 ماه مبارزه شبانه روزی ایرانیان که نقطه شروعش اتفاق و کشته شدن مهسا امینی بود، دوباره شاهد تکرار حوادث مشابهی در سطح شهر هستیم. چرا حکومت با اینکه میدونه و با اینکه به این مرحله رسیده که میدونه دیگه هراس داره از مردم، همچنان ادامه میده به این رفتارها؟ درود به شما و بینندگان عزیز. ببینید، ما اگر به خاطر داشته باشید کمی بیشتر از 2 هفته قبل معاون کل دادستانی کشور در ارتباط با مسئله حجاب و عفاف صحبت کرد و گفت من از تمام قضات و از دستگاه قضایی و از پلیس میخوام که در این مورد برخورد جدی داشته باشن. در همون زمان مراتب قانونی برخورد با مسائل کشف حجاب یا کم حجابی رو به دادگاه‌ها در واقع ابلاغ کرد و این که به صورت یک سری از مجازات‌های تکمیلی علاوه بر مسئله حبس و جریمه نقدی که بارها حقوقدانان نسبت به اون هشدار دادن و گفتن این تنها مجازاتیه که در قانون مجازات اومده، نسبت به تعبین در واقع یک سری مجازات‌های تکمیلی مثل تبعید و ممنوع الخروجی و انفصال از خدمات دولتی و اینها رو در واقع در قانون گنجون. از اون طرف می‌بینیم که حالا امروز شاهد برخورد گشت‌های ارشاد در سطح شهر هستیم که در واقع برخوردهای مجددی رو شروع کردن. همون زمان هم بسیاری من جمله خود من نسبت به این موضوع هشدار دادن که معاون کل دادستانی اما در این مورد صحبتی نکرد که حالا زد و خوردها و برخوردهای خشونت آمیز میان شهروندان و پلیس چگونه خواهد شد، برای اینکه ما میدونیم که تمام این اعتراضات 5 ماه گذشته جرقش در واقع ابتدا از برخوردهای به میان زنان، زنی که در اتوبوس بود و بعدش مرگ مهسا امینی اتفاق افتاد و همه اینا در واقع اعتراضاتی بود که در پی برخورد نامناسب گشت ارشاد و کشته شدن یک شهروند صورت گرفت. بنابراین به نظر میرسه که از هر دو طریق خیابان و دادگاه در واقع یک بار دیگه رژیم جمهوری اسلامی تلاش داره که مسئله حجاب رو همچنان با سختگیری پیش ببره و خب این هم در تناقض صحبت‌هایی هستش که خود آیت الله خامنه‌ای صحبت کرد که در واقع ضعیف الحجاب‌ها هم دختر ما هستن و به نظر میرسه در اون زمان احتمالاً میخواد رژیم در این مورد یه مقداری عقب نشینی کنه که حالا به نظر میرسه که اینطور نخواهد بود. متشکرم از توضیحات همراهی شما پگاه بنی هاشمی، حقوقدان لس آنجلس. مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان و بانی کارزار مخالفت با حجاب اجباری، در ویدیوی اختصاصی که برای برنامه چشم‌انداز با سیما ثابت ارسال و در اختیار ایرا اینترنشنال قرار داده، جزئیات پرونده ترور خود در خاک آمریکا را توضیح می‌دهد. این فعال حقوق بشر در این گفتگو برای اولین بار از طرح ربایش خود در خاک سوئیس و همزمان با شرکت او در نشست مجمع جهانی اقتصاد خبر داد. سلام بر شما. خیلی ممنونم خانم ثابت عزیز، هم برای برنامه‌ای که راجع به عملیات تروریستی جمهوری اسلامی تو خاک آمریکا دارید برگزار می‌کنید و همین که از من دعوت کردید. واقعیتش اینه که من خودم هم جزئیات این در واقع حمله ناموفق تروریستی رو تازه دیروز متوجه شدم. از FBI با من تماس گرفتن، جلسه گذاشتن با 12 نفر که اونجا به من شهر میدادن. SMS هایی که رد و بدل شد بین 3 نفری که نقشه قتل رو کشیده بودن رو به هم نشون دادن. و واقعیتش اینه که تابستون سال گذشته وقتی یک نفر با اسلحه جلوی خونم بازداشت شد، منم فکر کردم ماجرا همونه و تموم شد. میدونستم که FBI مدام داره به من هشدار میده، توی خونه های مختلف منو منتقل میکنه، سفرهای خارجی که میخوام برم خیلی سخت میگیرن، خیلی تذکر میدن و حتی با اون کشوری که من سفر میکنم تماس میگیرن، مثل تورنتو که رفته بودم اخیرا با پلیس کانادا همکاری کرده بودن که من با 4-5 تا پلیس میتونستم این ور برم و اتفاقاتی که اطراف من بود رو میدیدم که چجوری رصد میکنن، اما جزئیات رو به من نمیگفتن، برای اینکه میدونستن که اون فرد تنها نبوده که جلوی خونه من بازدار شده با یک اسلحه و برای اینکه بتونن کسانی که با او همکاری میکنن، جمهوری اسلامی چجوری در واقع این افراد رو به خدمت گرفته، برای اینکه بتونن رد اونها رو پیدا بکنن و تحقیق مفصل قضایی و پلیسی انجام بدن، هیچ جزئیاتی رو به من نگفتن. تا اینکه الان من متوجه شدم که یک نفر در تهران بوده، آقای امیروف،
من نمیدونم چرا بهش میگم آقا، چون واقعیتش اینه که عکسش رو دیدم مثلا احساس کردم که چجوری میتونه یک نفر توی دل کشوری که من توش به دنیا اومدم بنشینه و نقشه قتل بکشه. یک نفر دیگه‌اش توی چک رپابلیک بازداشت شده و تازه مطلع شدم که اون آقایی که از داخل ایران این نقشه رو می‌کشیده و ارتباط داشته با دو نفر، یکی در چک و یکی در نیویورک، دیروز بازداشت شده در زندان در نیویورک هست. ببینید همه اینها به شما نشون میده که هویت جمهوری اسلامی با ترور، با قتل رقم خورده. ما ایرانی‌ها این رو خوب میدونیم، اما از این فرصت استفاده کردم، از اون فشارهایی که در واقع جمهوری اسلامی داره به من میاره استفاده کردم، یک بار دیگه از دولت آمریکا بخوام، چون جلسه های متعددی داشتم، از دولت آمریکا بخوام که متحدان خودشون رو در کشورهای اروپایی همراه بکنن تا سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده، مذاکرات هسته‌ایشون رو با حکومتی که بنیانش بر اساس گروگانگیری و قتل آدم ربایی هست قطع بکنن و این رو به مردم ایران اعلام بکنن. من چیزی که تا حالا نگفتم جایی به این دلیل که باز هم اجازه نداشتم براتون الان میگم که بدونید، شوکی که در واقع به من وارد شد فقط برای همین پرونده نبود. من اخیرا رفته بودم داووس برای سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد، چون واقعا برام مهم بود که اونجا همیشه جواد ظریف و روحانی و خاتمی رو دعوت میکنن، یک بار کسانی دعوت بشن که حداقل بتونن بخشی از مردم ایران رو نمایندگی بکنن. برای همین من این سفر رو رفتم علارغم همه هشدارها. ولی وقتی که در هتلم بودم، سه پلیس وارد اتاقم شدن، یعنی در میزدن. من حتی فکر کردم برای تمیز کردن اتاق دارن در میزنن، که گفتم اگر میشه دیرتر بیاین، که ناگهان شنیدم گفتن پلیس. در رو باز کردم، تمام مدت اقامتم سه تا پلیس توی اتاق من نشستم و گفتن ما رفت آمد مشکوکی رو از افرادی دیدیم اطراف هتل شما و احتمال اینکه اینجا بخوان شما رو آزار بدن یا مورد آدم ربایی قرار بدن وجود داره، برای ما نمیتونیم اجازه بدیم شما از هتل بریم بیرون. روز آخر اقامتم بود در داووس، من میترسیدم که این سه نفر کیان، شاید اصلا خودشون پلیس نباشن. برای همین اولین کاری که کردم ازشون فیلم برداری کردم، ازشون عکس برداری کردم و این فیلم و عکس رو فرستادم به پلیس FBI در آمریکا و از اونها خواستم که تایید بکنن و به خود پلیس سوئیس هم گفتم من با شما جایی نمیام تا زمانی که FBI تایید نکنه. FBI وقتی تایید کرد گفت بله ما هم تایید میکنیم، باید با پلیس هماهنگ باشین تا هتلتون رو ترک کنین. من کاملا پذیرفتم، ولی قسمت شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست که ردپای یک حکومت تروریست چنان در اروپا هم دیده شد که منو از اون هتل با هلیکوپتر بردن به فرودگاه تا برگردم نیویورک. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که جمهوری اسلامی از مردم خودش میترسه، اما هیچ ترسی نداره که در خاک کشورهای غربی ترور کنه، قتل کنه. چرا؟ وظیفه ما ایرانی هاست که این چرایی رو پیدا بکنیم و به جامعه جهانی فشار بیاریم، چون در تمام 40 سال گذشته وقتی ترور کرد در خاک کشورهای غربی بازخواست نشد، مثل داعش و طالبان باشون برخورد نکردن، و وقتی جمهوری اسلامی میبینه هنوز هم حکومت‌های غربی میخوان باهاش مذاکره بکنن، دلیلی نمیبینه که عملیات تروریستی و رفتار خشونت آمیز و قتل‌های در واقع مخالفان خودش رو متوقف بکنه. برای همین من فکر میکنم الان وقتشه ما ایرانی ها فارغ از هر گرایش فکری، فارغ از اینکه به چه جریانی تعلق فکری داریم، فارغ از اینکه جمهوری خواهیم، مشروطه خواهیم، چپیم، راستیم، در یک چیزی مشترکیم، این حکومت تروریست رو نمیخوایم. جمهوری اسلامی در شأن ما نیست، وقتشه که متحد بشیم و جامعه جهانی رو همراه بکنیم که دولت تروریست و حکومت تروریست جمهوری اسلامی رو برای همیشه منزوی بکنن و هر نوع مذاکراتی رو با اونها قطع بکنن. کایل مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که توسط سپاه پاسداران بازداشت و در زندان‌های جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده بود، در یک گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی خبرنگار ایران اینترنشنال میگوید جمهوری اسلامی از شکنجه فیزیکی، تهدید، تعرض و آزار جنسی به عنوان تاکتیکی برای وادار کردن زندانیان به اعتراف دروغین علیه خود آنها استفاده می‌کند. دکتر کایلی مور گیلبرت، شما از زمان آزادیتون از زندانهای جمهوری اسلامی و بازگشت به استرالیا همواره برای روشنگری در مورد وضعیت ایران در تلاش هستید. کتاب نوشتید و مصاحبه‌های مختلفی انجام میدید. هدف شما از ادامه این فعالیت‌ها چیست؟ For doing these activities. I think it's my duty
to speak out and to speak up about what's happening. من این رو وظیفه خودم میدونم، چون به دوستانی که همچنان در زندان هستن مدیونم و همچنین به مردم ایران که زمانی که من ناعادلانه در زندان بودم علارغم ریسک بالایی که داشت صدای من بودند و من رو حمایت و کمک کردند. During my unjust incarceration. These days we hear sad news about. این روزها اخبار ناراحت کننده ای از آزار و اذیت و شکنجه معترضان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی میشنویم. به عنوان کسی که 804 روز در زندانهای جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده بود، تجربیات و مشاهداتتون از برخورد با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی چگونه هست؟ Prisoners are treated in Iran. I think it's utterly horrific what's اتفاقاتی که در این روزها در زندان‌های ایران رخ میده و شرایط زندانیان وحشتناکه. گزارش‌هایی می‌شنویم از شکنجه فیزیکی و استفاده از تجاوز جنسی به عنوان تاکتیک بازجویی و تهدید برای گرفتن اعتراف دروغین. وضعیت در مقایسه با زمانی که من در زندان بودم تشدید شده، به ویژه در خلال این اعتراضات. من به غایت وحشت زده و شوکه هستم از اون چه که میشنوم در خصوص اتفاقاتی که در زندان‌های ایران رخ میده. همچنین اعدام‌ها و سرعتی که یک نفر بازداشت، محاکمه، محکوم به اعدام و اعدام میشه به غایت شوکه کننده و ترسناکه. برای زندانی‌هایی که هر لحظه ممکنه چنین سرنوشتی براشون رقم بخوره. به نظرم جمهوری اسلامی در خشونت، تجاوز جنسی و بی‌عدالتی در مورد زندانیان خیلی فراتر از حد انتظار عمل کرده. In the level of brutality, violence, sexual assault and other horrific injustices that it's subjecting prisoners to today. Now it has been 5 years. 5 سال از زمان بازداشت فعالان محیط زیست در ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگذره و میدونم که شما همواره پیگیر وضعیت این بازداشت شدگان هستید. آیا از آخرین وضعیت اونها در ایران خبر دارید؟ Their situations in Iran? اینکه اعضای مؤسسه میراث پارسیان که طرفدار محیط زیست و منابع طبیعی هستند الان به مدت 5 ساله که ناعادلانه و بیدلیل در زندان هستند واقعا قلب منو به درد میاره و بسیار ناراحت کننده است. اونها کاری به جز حفاظت از حیوانات در حال انقراض و زیستگاه‌های حیاتی انجام ندادند. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و بقیه انسان‌های فوق‌العاده و الهام‌بخشی هستند که الان 5 ساله که در شرایط وحشتناکی نگه داشته شدند. امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد تحولاتی باشیم که با آزادی اونها منجر بشه. در روزهای اخیر برای اولین بار شاهد بیرون اومدن یک بیانیه از زندان اوین به قلم سپیده کاشانی بودیم. او دومین متهم زن پرونده است. تا کنون صحبتی نکرده بود. من شخصا اون رو میشناسم. میدونم که برای او تصمیم گیری برای صحبت در مورد جزئیات شکنجه، مصیبت و رنجهایی که خودش و همسرش، هومن جوکار و بقیه اعضای گروه در طول 2 سال بازجویی در بازداشتگاه سپاه متحمل شدند چقدر دشوار بوده. همچنین باید اشاره کنم که بر اساس قوانین ایران وقتی که شما 1/3 دوران محکومیت خودتون رو سپری میکنید واجد شرایط آزادی مشروط خواهید بود. هیچ کدام از طرفداران محیط زیست از این حق برخوردار نبودند. همونطور که بسیاری دیگه از حقوق اونها هم نقض شده. سپیده کاشانی الان 5 ساله که در زندانه در حالی که کل محکومیت اون 6 ساله. چرا اون هنوز در زندانه؟ باید میتونست بعد از 2.5 سال برای آزادی مشروط درخواست بده. بنابراین شرایط اونا وحشتناکه و سپاه مصممه تا حد نهایت اونها رو تنبیه و مجازات کنه و تا جایی که امکان داره اونها رو در زندان نگه داره. من از ایران و جامعه طرفداران محیط زیست در سراسر جهان میخوام که از آزادی اونها اطمینان حاصل کنن. Human Rights Act. بسیاری از کارشناسان، فعالان حقوق بشر و جامعه معترض ایرانی در استرالیا معتقده که واکنش دولت استرالیا به اقدامات رژیم جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از متحدانش از جمله آمریکا، کانادا و انگلیس هست. نظر شما در این خصوص چیست؟ What's your opinion about this? به اعتقاد من بدون شک درسته. اگه به عملکرد استرالیا نگاه کنید میبینید که در مقایسه با عملکرد همپیمانان ما خیلی ضعیف بوده.
من متوجه نمیشم و نمیدونم چه کسی به دولت در این ارتباط مشاوره میده. چرا وقتی موضوع ایران در میانه، دولت استرالیا اینقدر محتاطانه عمل میکنه؟ مثلا همین حالا در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، از زمان شروع اعتراضات مهسا امینی از 4 ماه پیش و خب البته در دوره 40 ساله جمهوری اسلامی، برای من کاملا روشنه. خیلی ساده است. ما پیوندهای اقتصادی و تجاری حداقلی با ایران داریم. حجم بازرگانی استرالیا با ایران بسیار کمه. استرالیا آن سوی دنیاست. ما چیزی از دست نمیدیم اگه برای این موارد نقض حقوق بشر ایران رو محکوم کنیم. در حالی که کشورهایی که منافع بیشتری در ایران دارند، مانند کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده، اقدامات بیشتری در این ارتباط انجام دادند در مقایسه با استرالیا. توجیهی که دولت در این باره ارائه کرده اصلا قابل قبول و قانع کننده نیست. من واقعا متوجه نمیشم چرا علارغم اقداماتی که بعضی از متحدان بین المللی ما در این باره کردن، دولت استرالیا قاطعانه عمل نکرده. من هنوز دلیلشو نمیدونم و از دولت استرالیا میخوام که با جدیت قرار گرفتن سپاه در لیست گروه های تروریستی رو در نظر بگیره. ما میدونیم که شدنیه. ایالات متحده این کار رو کرده. کانادا و بریتانیا مشغول کار بر روی این موضوع هستند. در پارلمان اروپا شاهد رأی قاطع مثبت به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی بودیم. سپاه پاسداران مستقیما مسئول گروگانگیری شهروندان بیگناه استرالیایی مانند من هست و همچنین کاملا روشنه که اونها در تروریسم در سراسر خاورمیانه دست دارند. و مدت هاست که منافع استرالیا در منطقه رو تهدید می کردند. بنابراین فکر می کنم الان فرصت مناسبیه تا استرالیا ایران رو به دلیل عملکرد ناقض حقوق بشریش تنبیه کنه. همچنین باید به نفوذ عملیات ایران در خاک استرالیا نیز توجه کرد، چرا که می دونیم که ماموران و طرفداران جمهوری اسلامی اینجا فعال هستند. اونها تظاهرات ها و جامعه ایرانی استرالیایی رو رصد می کنند. دولت این موارد رو به شکلی که باید جدی نمیگیره. دکتر کایلی مور گیلبرت، سپاس از وقت شما برای این گفتگو. مایل هستیم که صحبت پایانی شما رو بشنویم. It's your time. فقط میخواستم بگم به مردم عزیز ایران، مردم شجاع ایران، که ما به شما هستیم. حتی به یک کشور دور از ایران مثل استرالیا، ما استرالی ها و مردم دنیا با شما هستیم. اما بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، یک شهروند که در جریان اعتراضات کرج هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته، 80% از اعصاب بینایی خود را از دست داده. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی 30 شهریورماه مجید موافق را از فاصله نزدیک هدف 11 گلوله ساچمه‌ای قرار دادند. به جز جراحات وارده به بدن، او به اختلال بینایی هم دچار شده. یکی از نزدیکان مجید موافق در پیامی به ایران اینترنشنال به شرح این ماجرا پرداخت. این گزارش برای حفظ امنیت راوی بازخوانی شده. مجید 30 شهریور در خیابان گوهردشت کرج به ضرب شلیک 11 گلوله ساچمه‌ای با فاصله نزدیک و کمتر از 5 متر به بدن و چشمش اصابت کرد و آسیب دید. خونریزی اولیه اون اونقدر زیاد بود که هیچ بیمارستانی در کرج قبولش نکرد و مجبور شد شبانه برای درمان به تهران بره. بعد از اسکن مشخص شد که شلیک ساچمه به چشم مجید باعث شده 80% اعصاب چشمش رو از دست بده و اون الان بینایی کاملی نداره. مجید دیگه نمیتونه رانندگی کنه و چون شغلش خیاطیه برای کار هم مشکل پیدا کرده. همکارم فیروزه جابانی اینجاست. دوباره یک جوان دیگه سکوتش رو شکست و از شلیک گلوله به چشم خودش خبر داده. این روزا هم تعداد افرادی که یعنی جوانهایی که این اتفاق براشون افتاده در جریان اعتراضات کم نیستن. قهرمانهایی که بعضیاشون چون این روایتها رو میگن، شاید دلیل این هستن که نزدیکان این خانواده ها یا خود این افراد همطور که تو گفتی مثل این آقای موافق سکوت خودشون رو بشکنن. کسی که روایتش مشخص میکنه که
حکومت از همون اول اعتراضات این روش رو استفاده کرده، یعنی 30 شهریور ما ابتدای اعتراضات اون هدف 11 گلوله ساشمه در فاصله بسیار نزدیک بوده. پس مشخصه که این رویه سرکوب که ما پیشتر هم اگه خاطرت باشه تو گزارش‌های معاش در مورد معاش و آب، وضعیت آب و بحران و اینها دو تابستون پیشتر به خصوص در اصفهان داشتیم، اگه خاطرت باشه همونجا هم یک سری از شهروندان کارزاری رو برای اینکه به چشماشون شلیک شده رسانه‌ای کردن. الان هم در این خیزش انقلابی این به یک شیوه سرکوب از طرف حکومت و ما می‌بینیم که از طرف دیگه مقابلش چقدر شهروندان این ایستادن و هم اطلاع رسانی می‌کنن و چقدر شجاعانه صحبت می‌کنن. چند نفر از اینها رو با هم همونطور که تصاویرشون رو می‌بینیم یک مروری بکنیم که چقدر قوی ایستادن. یکیشون و نوشتن، بیشترشون نوشتن توی رسانه‌های اجتماعی که صدای چشم‌ها بلندتر از هر فریادی است. یکیشون حسین حسین پور هستش که در با چشمش هدف قرار گرفته و بارها می نویسه که این راه من راه رو ادامه میدم و متوقف نمیشم. یکی راحله امیری هستش که اون هم علاوه بر اینکه هنوز داره از مقاومت میگه، همین چند وقت پیشا در مورد توماج صالحی یک استوری گذاشته بود و بسیار پرشمار هستن. یا اون خانم دیگه‌ای که نیلوفر آقایی که ماما هست همچنان کار میکنه و همچنان هم از برخوردی که نیروهای سرکوب باش کردن میگه و میگه که ایستاده است و مبارزه. واقعا همین چشم ها همین جان ها که صدای این اعتراض رو به دنیا رسونده. ممنونم ازت فیروز جابانی اینجا در استودیو. اما در ادامه خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و حمایت‌های گسترده معترضان داخل کشور، امروز ایرانیان خارج از کشور در بسیاری از شهرهای جهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اونها با در دست داشتن تصاویر از جانباختگان و قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی شعار دادند و خواهر قرار گرفتن نام صدا و پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. ایرانیان مقیم هامبورگ در آلمان در اعتراض به بازداشت توماج صالحی در مرکز این شهر گرد هم جمع شدند و شعرهای اعتراضی خواندند. با تایید علی خامنه‌ای فروش اموال دولت به هیئتی به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی واگذار شد. مهمترین نکات این مصوبه که پیش از این منتشر نشده و بنابر اعلام سایت دولت آبان ماه سال جاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده به شرح زیر است. این هیئت 7 نفره به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی و دبیری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وظیفه دارد اموال غیر منقول دولت و طرح‌های دولتی را در حد اکثر 1 سال تعیین تکلیف کند. اعضای هیئت 7 نفره موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت و مجریان تصمیمات این هیئت از مسئولیت قضایی برخوردار هستند. قاسم شعله‌سعدی فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس از پاریس همراه ما هستش. آقای شعله‌سعدی، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی بوده، حالا معاون اول ابراهیم رئیسی و مسئول هیئتی برای فروش اموال دولتی. پرسش من اینجاست که این مسئولیت قضایی که به ایشون داده شده چه معنایی داره، چه مبنایی داره از نظر حقوقی؟ خب اولا اصل تصمیم غیر قانونی هست، یعنی ما تو قانون اساسی هیچ نهادی تحت عنوان رؤسای قوای سگانه نداریم که بتونن از این تصمیم ها بگیرن. این یک. و دو اینکه طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی همه
اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران چه زمینی، هوایی، دریایی و غیره مرتکب جرم بشن مشمول مقررات جزایی ایران هستند. هیچ کس هم نمیتونه این مسئولیت رو به کسی بده، البته گفتم مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری داده شده باشه، مثل قانون کاپیتولاسیون که در سال 1143 به مستشاران نظامی امریکا مسئولیت میداد، یعنی مجلس میتونست این کار رو بکنه نه سران سه قوه. ضمناً این معامله اولا به انتخاب آقای مخبر رئیس دوزاست، برای که این ستاد اجرایی فرمان امام در واقع سر گردنه هست که الان داره اموال مردم رو مصادره میکنن. سالهای سال هست، الان 44 ساله و اموال مردم رو به طور غیرقانونی مصادره میکنن و در اختیار این نهاد قرار میدن، ایشون هم میده به خامنه ای. در واقع این که کردنش معاون اول رئیس جمهور همش این سناریوی هست که از اول خامنه ای تدارک دیده که این پخمه شش کلاسی رو بکنه رئیس جمهور، اونم بکنه معاونش. و اما فروش اینها باطل هست اصلا، به خاطر اینکه اولا طبق ماده 190 قانون اساسی 4 تا شرط اساسی وجود داره برای صحت معاملات که دومیش اهلیت طرفینه. دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قانونی خودش غیرقانونی، نامشروع و باطل هست، بنابراین اهلیت نداره و هر کس هم معامله بکنه در واقع از جیبش رفته و خسارت دیده. دوم این که خب معامله که میکنن به خاطر اینی که طرف صاحب ملکی که میخره بشه، طبق ماده 26 قانون مدنی اصولا گفته که اموال دولتی که معد است برای مساله و غیره، میگه اینها رو که در تصرف دولت هست، نمیگه مالکیت دولت، میگه اینا به مالک، به تملک خصوصی در نمیاد اصلا. یعنی کسی که میخره ملک از دولت میخره، مالکیتش گیر اون نمیاد، لذا هم خریدار هم فروشنده مجرم خواهند بود و لذا این قانون تصمیم از بیخ و بن غیر قانونی هست. آقای مخبر یا هر کس دیگه هم اقدام بکنن در آینده مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. تصرف در اموال عمومی هست و این هم به لحاظ حقوق معاملات باطله، هم به لحاظ کیفری هم اینها باید مجازات بشن. متشکرم از توضیحات شما قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس پاریس فرانسه. مرسی. رسیدیم به خبرهای ورزشی با همکارم فرباد سروندی که اینجاست در استودیو. ممنون ریحانه. با سلام، خوش اومدید به این بخش از خبرهای ورزشی. در خبر اختصاصی بشنوید که عاطف احمدی پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی 2022 پکن و نفر اول اسکی ایران به آلمان پناهنده شد. عاطف احمدی تنها زن شرکت کننده در المپیک زمستانی پکن است که 5 مدال آسیایی و چندین مدال طلای رقابت‌های بین‌المللی اسکی آلپاین ترکیه را در کارنامه دارد و آخرین بار پیش از ترک کشور به مقام قهرمانی مسابقات لیگ داخلی رسید. این ملی پوش 22 ساله اسکی ایران چند روز پیش با هدف آمادگی جهت حضور در مسابقات جهانی فرانسه به این کشور سفر کرد، اما امروز به ایران اینترنشنال گفت قصد شرکت در این مسابقات به همراه دیگر اعضای تیم ملی اسکی ایران رو ندارد و به آلمان اعلام پناهندگی کرده است. عاطف احمدی در گفتگوی اختصاصی با همکارم آرمین قبادی پاشو از دلایل این تصمیم میگوید. یه ماه و نیم برای درخواست ویزا خب نیاز به نامه فدراسیون و تاییدیه فدراسیون داشتم. اونجا که بودم در مورد اعزامیا صحبت بودش، گفتم به دلیل حالا این خیزش و این اتفاقات اخیر اعزاما به حداقل میرسه، اگر هم اعزامی باشه اولویت با تیم آقایونه، اگر خیلی خیلی موضوع مهم بود دو تا خانم یا تعداد خانم‌ها رو به حداقل برسونید اعزام. وثیقه سنگین، وثیقه سند خونه در رهن فدراسیون باید میدادیم. افراد حراستی که بیشتر سفر و پاسامون از ما میگرفتن، همیشه دنبال ما میومدن، حتی مثلا آب میوه‌های توی دستمون رو نگاه میکردن که چی میخوریم، و من به خانوادم، به مردمم این قول رو میدم که من میرسم به اون 30 نفر برتر دنیا،
فقط به خاطر هدفم، به خاطر اینکه امکانات و بیس این کار این موضوع توی ایران فراهم نبود، من از ایران خارج شدم، نه دلیل دیگه. اگر میتونستم پا به پای مردم کنارشون بودم تا با هم دیگه به یک آزادی برسیم. من برای اینکه برسم به المپیک من رقابت نکردم، من جنگیدم. من رقابت فقط داخل اسکی یا داخل مسابقات نداشتم، من خارج از مسابقات، خارج از فصل، خارج از هر موضوع دیگه، حتی تو زندگی شخصی منم هزاران مشکل و هزاران اتفاق میافتاد که من رو از المپیک دور کنن. و من تا شب اینکه برم پرچمدار باشم و اوپنینگ سرمونی حضور داشته باشم در رژه المپیک، اونجا گریه کردم رفتم. برای من پیامای تهدید می اومد. چه تهدیدی؟ تهدید ناموسی، تهدید زندگی، تهدید اینکه به خاطر اینکه تنها دختر حاضر در المپیک، یک شاید بومی نبودش، یک اینکه شاید نمیخواست بره زیر پرچم زور. خانوادم که خیلی سخت کشیدن برای اسکیم تونم ازشون، ولی بهشون قول میدم که به خاطر هدفی که از ایران زدم بیرون به اون هدف برسم. به خدا فقط برای اینکه موفق بشیم، فقط برای اینکه یه رشته ای رو به یه هدفی برسیم، از زندگیمون، از خانوادهمون، از محلمون، از شهرمون، از کشورمون دور شدیم. کاش یه ذره امکانات فراهم می‌کردن که هیچ کس نره. رئیس فدراسیون اسکی هم به خبر پناهندگی ملی‌پوش المپیکی این رشته واکنش نشان داد. عباس نظریان به خبرگزاری تسنیم گفته این تصمیم شخصی بوده و به نظر میرسه از چندی قبل برای آن برنامه‌ریزی شده است. امیدوارم این خبر درست نباشد. او جزء خوب‌های اسکی ایران بود و همه گونه از این ورزشکار حمایت کردیم و چیزی برایش کم و کسر نگذاشتیم. معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران در گفتگو با ایسنا خبر از میزبانی رامسر برای مسابقات قوی ترین مردان و زنان جهان داده. روح الله سلگی امروز در جلسه ستاد پشتیبانی رویداد ورزشی بین‌المللی قوی ترین مردان و زنان جهان که به میزبانی مازندران برگزار می شود گفت در این مسابقات 200 ورزشکار خارجی و 800 ورزشکار داخلی در 8 رشته بدنسازی و پرورش اندام با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ادعای معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران در حالی مطرح می شود که چندی پیش خبر ممنوعیت رشته بدنسازی برای زنان در ایران خبرساز شد و حسین جمشیدی مدیر روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری و پرورش اندام هم در این باره گفته بود فقط دکتر نصیرزاده به این موضوع اشاره کرده که رشته پرورش اندام برای زنان در ایران ممنوع است. البته با توجه به نوع پوشش زنان در این رشته در رقابت‌های خارجی هیچ فعالیتی تا کنون در این رشته انجام نشده و از این پس نیز انجام نخواهد شد. در پی تعلیق مادر کیان پیرفلک از تدریس در یک مدرسه، امیر حسین صادقی بازیکن پیشین استقلال با انتشار این پست اعلام آمادگی کرده تا به خانواده کیان کمک کند. صادقی نوشته سلام به مادر رنگین کمان ایران زمین. هنوز غیرت تو خون ایرانی ها هست. اگر قابل بدونید تمام کمال در خدمت شما و خانوادهتون از بابت کار و هزینه هستم. روی ما حساب کنید. آرینا سابالنکا با قهرمانی در مسابقات تنیس اوپن استرالیا برای اولین بار فاتحه گرند اسلم شد. تنیس باز 24 ساله اهل بلاروس امروز در فینال این رقابت ها و در 2 ساعت و 29 دقیقه موفق شد 2-1 الینا ریباکینا تنیس باز قزاقستان رو شکست بده. سابالنکا ست اول رو 6-4 باخت، اما در ست های دوم و سوم به ترتیب با نتایج 6-3 و 6-4 پیروز و فاتح اولین گرند اسلم سال 2022-23 شد. این 11th پیروزی متوالی سابالنکا بود تا او همچنان در سال جدید میلادی بدون شکست باشد. ممنون که با من بودید. در ادامه برمیگردیم به ریحان. ممنون از شما فرمود سروندی اینجا در استودیو. سه خبر کوتاه. نازیلا معروفیان خبرنگاری که با پدر مهسا امینی مصاحبه کرده بود به 2 سال زندان و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. این حکم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا صادر شده. نازیلا معروفیان همچنین از صدور این حکم بدون تشکیل دادگاه و شنیدن دفاعیات خبر داد.
محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراضات اخیر مردم را آتش زیر خاکستر و مسئله خواند که هنوز باقی مانده. باهنر در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، اتحاد جامعه بین‌الملل، اروپا، آمریکا، رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی را بی‌نظیر توصیف کرد. عالی مطلب‌زاده و نرگس محمدی، دو کنشگر سیاسی زندانی، از نهادهای بین‌المللی قضایی حقوق بشری خواستند برای آزادی مصطفی نیلی وکیل زندانی تلاش کنند. در این بیانیه آمده وکالت برای مصطفی نیلی بیش از آن که حرفه محسوب شود، راه و امکانی برای مبارزه با تضییع حقوق زندانیان، همراهی و یاری رساندن به آنهاست. 5 ماه پس از کشته شدن مهسا امینی، برخوردهای خشونتبار نیروی انتظامی در چارچوب گرشهرشاد همچنان ادامه دارد. بر اساس ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده، پلیس موسوم به امنیت اخلاقی یک دختر جوان در اصفهان را به زور بازداشت کرده، بعد او را که به شوک عصبی و تنگی نفس دچار شده و حال وخیمی دارد در خیابان رها می کند، اما مردم به کمک دختر می آیند. بعد که حالت بد شد بیرونت کردن؟ نه نه باید تحت تحتیه شده بود داشتیم میمدیم همزادهای یک آمدیشه ها جایزا تحتیه اقلاب باید سرم بعد این برای تحت میمیم بشی گیر دادم اومدن گرفتن باید آقا باید چی میمد فقط بردن ماشین نگاه بودم کردم بعد اومدن بیرون دیگه حالاتا نمیدن حالا اینو کجا بردنش تلفنم جواب نمیدن الان چیز دیگه احتیاج نداری؟ نمیخوای ببرم تو خودم چند تا خاطره بده بفروشه کامل. همزمان یک مسئول سابق گشت ارشاد در تهران در گفتگو با وبسایت خبری انصاف نیوز، عامل اصلی اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف را مرتضی طلایی دانست و گفته در دوره فرماندهی او این طرح اجرایی شد. این مسئول که نخواسته نامش فاش شود گفته گشت ارشاد از ابتدا با مجموعی از قوانین نانوشته پایریزی شد و عامل اصلی طرح در کانادا به دنبال خوشگذرانی است، در حالی که هماهنگی‌های لازم با دیگر مراجع قضایی انجام نشده بود و پرسنل نیروی انتظامی مایل به فعالیت در گشت ارشاد نبودند. پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید جمهوری اسلامی همچنان از هر دو طریق خیابان و دادگاه تلاش دارد درباره حجاب اجباری سختگیری کند. کمی بیشتر از 2 هفته قبل معاون کل دادستانی کشور در ارتباط با مسئله حجاب و عفاف صحبت کرد و گفت من از تمام قضات و از دستگاه قضایی و از پلیس میخوام که در این مورد برخورد جدی داشته باشن. در همون زمان مراتب قانونی برخورد با مسائل کشف حجاب یا کم حجابی رو به دادگاه ها در واقع ابلاغ کرد و این که به صورت یک سری از مجازات های تکمیلی علاوه بر مسئله حبس و جریمه نقدی که بارها حقوقدانان نسبت به اون هشدار دادن و گفتن این تنها مجازاتیه که در قانون مجازات اومده، نسبت به تعبین در واقع یه سری مجازات‌های تکمیلی مثل تبعید و ممنوع الخروجی و انفصال از خدمات دولتی و اینها رو در واقع در قانون گنجون. از اون طرف می‌بینیم که حالا امروز شاهد برخورد گشت‌های ارشاد در سطح شهر هستیم که در واقع برخوردهای مجددی رو شروع کردن. همون زمان هم بسیاری من جمله خود من نسبت به این موضوع هشدار دادن که معاون کل دادستانی اما در این مورد صحبتی نکرد که حالا زد و خوردها و برخوردهای خشونت آمیز میان شهروندان و پلیس چگونه خواهد شد، برای اینکه ما میدونیم که تمام این اعتراضات 5 ماه گذشته جرقش در واقع ابتدا از برخوردهای به میان زنان و زنی که در اتوبوس بود و بعدش مرگ مهسا امینی اتفاق افتاد و همه اینا در واقع اعتراضاتی بود که در پی برخورد نامناسب گشت ارشاد و کشته شدن یک شهروند صورت گرفت. بنابراین به نظر میرسه که از هر دو تا
از هر دو طریق خیابان و دادگاه در واقع یک بار دیگه رژیم جمهوری اسلامی تلاش داره که مسئله حجاب رو همچنان با سختگیری پیش ببره. و خب این هم در تناقض صحبت‌هایی هستش که خود آیت الله خامنه‌ای صحبت کرد که در واقع ضعیف الحجاب ها هم دختر ما هستن و به نظر میرسه در اون زمان احتمالاً میخواد رژیم در این مورد یه مقداری عقب نشینی کنه که حالا به نظر میرسه که اینطور نخواهد بود. اما سازمان زلزله نگاری آمریکا وقوع زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در مرکز خوی آذربایجان غربی را تایید کرده. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های محلی حجم تخریب منازل در این منطقه بالاست. دقایقی قبل هم آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد در پی وقوع زمین لرزه در خوی تمام مقاطع تحصیلی این شهرستان روز یک شنبه تعطیل خواهند بود. طبق آخرین گزارش‌ها برق هم در قسمتی در مناطقی از شهرستان خوی قطع شده. هنوز هیچ گزارشی از خسارت‌های جانی احتمالی در این زلزله از سوی مقامات رسمی منتشر نشده. به محض دریافت گزارش‌ها حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد، ضمن اینکه امیدواریم شهروندان در سلامت و در امان باشند. اما ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد عاملان توطئه ترور مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آمریکا، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران که در حوزه قفقاز فعالیت می‌کنند دستور می‌گرفتند. سه عامل این توطئه اتباع جمهوری آذربایجان، روسیه و گرجستان بودند. گزارشی ببینید از مشتبه پور محسن. توطئه ناکام برای کشتن یک مسیح، استفاده سپاه پاسداران از جنایتکاران روس و آذربایجانی تبار برای ترور روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا. سه عامل جمهوری اسلامی در نیویورک چه می‌کردند؟ صبح جمعه 7 بهمن ماه سال 1401، دادستان کل آمریکا و رئیس FBI اطلاعات جدیدی از پرونده یک ترور ناکام منتشر کردند. صبح بخیر. صبح امروز یک دادگاه فدرال در نیویورک کیفرخواستی را منتشر کرد که 3 را به دلیل نقش داشتن در توطئه برای ترور یک شهروند آمریکا متهم می‌کند. این اتهامات ناشی از تحقیقات در حال انجام در مورد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور یک روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر آمریکایی ایرانی الاصل در خاک ایالات متحده است. هر سه متهم در حال حاضر در بازداشت هستند. تلاش ناموفق دیگری برای ترور مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی که اطلاعات اولیه‌اش پیشتر منتشر شد. گروهی 3 که برای از میان برداشتن این فعال سیاسی با سپاه پاسداران همکاری کرده بودند. 6 ماه سال 1401، غریبه ای در شهر، در تابستان داغ نیویورک، دوربین مداربسته خانه مسیح علی‌نژاد. این مرد خالد مهدیوف است، 24، تبعه جمهوری آذربایجان و ساکن یانکرز نیویورک که با یک اسلحه کلاشینکوف دستگیر شد. او برای پولاد عمروف کار میکرد، 38، با نام مستعار آراز علیف، تبعه گرجستان، ساکن اسلوونی و جمهوری چک. مدیریت گروه اما بر عهده رفعت امیروف، 43، با نام مستعار فخرالدین میرزایوف، تبعه روسیه و جمهوری آذربایجان. او از داخل خاک ایران عملیات را مدیریت میکرد. 22 تیر ماه، خالد مهدیوف از یانکرز نیویورک به حوالی بروکلین رفت تا مأموریتی را انجام دهد. 2 روز بعد عمروف یک شماره تلفن برای خالد فرستاد، همراه با گواهینامه رانندگی شخص دیگری که قرار بود به او $30,000 پول نقد بدهد. پول به دستش میرسد. عمروف آدرس، اطلاعات و عکس را از امیروف گرفت و برای خالد فرستاد. او از یانکرز به بروکلین رفت و از مکان مورد نظر فیلم و ویدیو گرفت و برای عمروف فرستاد. او هم اطلاعات را به امیروف داد. 28 تیر ماه خالد از طریق یک صرافی در محله برانکس $10,000 برای معشوقه عمروف فرستاد. اول مرداد ماه خالد مهدیوف اولین تلاش جدیش را به خرج داد و به نزدیکی خانه مسیح علی‌نژاد رفت. روز بعد خالد خبر داد سر صحنه جرم است. جنایتی که به زعم آنها قرار بود به امید خدا اتفاق بیفتد. اما مشکل این بود که مسیح از خانه بیرون نمی آمد. حتی وقتی خالد
به بهانه برداشتن گل از باغچه در خانهش سبز شد. همان روز امیروف از یک منبع احتمالاً اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد که مسیح هر صبح ساعت 5:40 دقیقه به وقت ایران جلوی در تلفنی حرف می‌زند. عمروف به طرف قراردادش یعنی امیروف اطمینان داد کادوی تولدش را امروز می‌گیرد. پیکر بیجان مسیح. خالد ششم مرداد ما عکس اسلحه را فرستاد و اعلام آمادگی کرد. امیروف به او گفت از درون یا بیرون ماشین شلیک نکند تا مدرک جرمی در صحنه باقی نماند. مسیح متوجه اتفاقات مشکوک در منطقه شد و از آنجا رفت. 15 دقیقه بعد خالد راه افتاد. اما چون از چراغ قرمز عبور کرده بود، پلیس متوقفش کرد و با دیدن اسلحه در ماشینش بازداشتش کرد. خالد از درون زندان به عمروف خبر می‌دهد که دستگیر شده. عمروف به او می‌گوید حسابی معروف شده. خبر توطئه سوء قصد به مسیح علی نژاد منتشر شده و عمروف و امیروف نگران جانشان می‌شوند. تلاش FBI برای دستگیری آنها ادامه پیدا می‌کند. پولاد عمروف یک تبهکار عادی نیست. او رئیس شاخه نظامی و دست راست نمیک باکو، دزد قانونی 46 ساله است. عبارتی که برای مافیاهایی در جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق به کار برده می‌شود که در خدمت اولیگارش‌هایی هستند که مناصب عالیه دولتی دارند. پولاد در آمریکا، جمهوری چک، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان و اوکراین سابقه جنایت و آدمربایی داشته. از جمله پرونده آدمربایی حکمت عبداللایف، عضو هیئت مدیره انجمن دیاسپورای آذربایجانی‌های اوکراین. 13 دی ماه پولاد عمروف در پراگ دستگیر شد. آمریکا درخواست استرداد او را کرده. بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، رفعت امیروف که ساکن ایران بود، 2 روز پیش در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک تفهیم اتهام شد. اما یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت این عملیات تحت فرماندهی 3 عضو بلندپایه سپاه انجام شده. یزدان میر، فرمانده واحد 840 سپاه که مدت هاست مشغول به کارگیری شهروندان جمهوری آذربایجان برای انجام فعالیت‌های تروریستی است. غفور کارگر، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در قفقاز و محمد رضا اسدبگی، معاون او که مسئولیت سازماندهی تیپ حسینیون، شیعیان مورد حمایت سپاه در آذربایجان را بر عهده دارند و همزمان فعالیت‌های تروریستی علیه اهداف غربی در کشورهای حوزه قفقاز را سازماندهی می‌کنند. این اولین توطئه علیه مسیح علی نژاد در خاک آمریکا نیست. تیرماه سال 1400 پلیس آمریکا اعلام کرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از طریق گروهی 4 نفره تلاش کرده مسیح علی نژاد را از بروکلین نیویورک بدزدد و به ونزوئلا ببرد. یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های این پرونده محمود خازین بود، ملقب به حاج محمود، 44 ساله که با چهره‌های سرشناس ورزشی و هنری ایران رابطه نزدیکی دارد. تابستان امسال یک منبع در قوه قضاییه به ایران اینترنشنال خبر داد که خازین در نقش یکی از مخبران وزارت اطلاعات در پرونده اخاذی همراه با برادر یکی از ستارگان سینمای ایران بازداشت شده. استفاده از اتباع جمهوری آذربایجان و روسیه در توطئه اخیر نشان می‌دهد دو نهاد اطلاعاتی اصلی جمهوری اسلامی همه توانشان را برای خفه کردن صدای مخالفین نظام به کار بستند. آنچه در پرونده امروز مطرح شد نشان می‌دهد که عوامل ایرانی تا چه میزان حاضرند منتقدان رژیم ایران را ساکت کنند، تا جایی که حتی در تلاش برای انجام ترور در خاک آمریکا هستند. اما با نگاهی گسترده‌تر به تهدید ایران شاهدیم که رژیم ایران تهاجمی‌تر و گستاخ‌تر شده است. توطئه‌هایی که بیش از هر چیز نشان دهنده بیم جمهوری اسلامی از صدای مخالفان جمهوری اسلامی است. صداهایی که از هر گوشه جهان برای مردم ایران دست کم شنیدنی‌تر از صدای مقام‌های جمهوری اسلامی است که در بیش از 4 دهه گذشته جز اعدام، جنایت و ترور از ذهن و زبانشان شنیده نشده. مشتبه پور محسن، لندن. مرتبط با گزارشی که دیدید، مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان و بانی کارزار مخالفت با حجاب اجباری، در ویدیوی اختصاصی که برای برنامه چشم‌انداز با سیما ثابت ارسال کرده و در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، برای اولین بار از طرح ربایش خود در خاک سوئیس و همزمان با شرکت او در نشست مجمع جهانی اقتصاد نیز خبر داد.
من چیزی که تا حالا نگفتم جایی به این دلیل که باز هم اجازه نداشتم براتون الان میگم که بدونید شوکی که در واقع به من وارد شد فقط برای همین پرونده نبود. من اخیرا رفته بودم داووس برای سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد، چون واقعا برام مهم بود که اونجا همیشه جواد ظریف و روحانی و خاتمی رو دعوت میکنن، یک بار کسانی دعوت بشن که حداقل بتونن بخشی از مردم ایران رو نمایندگی بکنن. برای همین من این سفر رو رفتم علارغم همه هشدارها. ولی وقتی که در هتلم بودم سه پلیس وارد اتاقم شدن، یعنی در میزدن. من حتی فکر کردم برای تمیز کردن اتاق دارن در میزنن، که گفتم اگر میشه دیرتر بیاین، که ناگهان شنیدم گفتن پلیس. در رو باز کردم، تمام مدت اقامتم سه تا پلیس توی اتاق من نشستم و گفتن ما رفت آمد مشکوکی رو از افرادی دیدیم اطراف هتل شما و احتمال اینکه اینجا بخوان شما رو آزار بدن یا مورد آدم ربایی قرار بدن وجود داره، برای ما نمیتونیم اجازه بدیم شما از هتل بریم بیرون. روز آخر اقامتم بود در داووس. من میترسیدم که این سه نفر کیان، شاید اصلا خودشون پلیس نباشن. برای همین اولین کاری که کردم ازشون فیلم برداری کردم، ازشون عکس برداری کردم و این فیلم و عکس رو فرستادم به پلیس FBI در آمریکا و از اونها خواستم که تایید بکنن و به خود پلیس سوئیس هم گفتم من با شما جایی نمیام تا زمانی که FBI تایید نکنه. FBI وقتی تایید کرد گفت بله ما هم تایید میکنیم، باید با پلیس هماهنگ باشین تو هتلتون رو ترک کنین. من کاملا پذیرفتم، ولی قسمت شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست که ردپای یک حکومت تروریست چنان در اروپا هم دیده شد که منو از اون هتل با هلیکوپتر بردن به فرودگاه تا برگردم نیویورک. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که جمهوری اسلامی از مردم خودش میترسه، اما هیچ ترسی نداره که در خاک کشورهای غربی ترور کنه، قتل کنه. چرا؟ وظیفه ما ایرانی هاست که این چرایی رو پیدا بکنیم و به جامعه جهانی فشار بیاریم. چون در تمام 40 سال گذشته وقتی ترور کرد در خاک کشورهای غربی بازخواست نشد، مثل داعش و طالبان باشون برخورد نکردن. و وقتی جمهوری اسلامی میبینه هنوزم حکومت‌های غربی میخوان باهاش مذاکره بکنن، دلیلی نمیبینه که عملیات تروریستی و رفتار خشونت آمیز و قتل‌های در واقع مخالفان خودشون متوقف بکنه. ما ساعتی قبل جوانان محلات تهران برای برگزاری جشن سده به تاریخ 10 بهمن ماه فراخوان دادند. جوانان محلات تهران اعلام کردند بیایید همه با هم به رسم نیاکان با برافروختن آتش در تمام محلات تهران و کل کشور در آغاز شامگاه دوشنبه 10 بهمن ماه جشن سده را برگزار کنیم. اما کانال خبری دیدبان ایران تصویر نامه ای از پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما را خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر کرده که در آن خواستار فیلتر شدن سایت پخش فیلم و سریال فیلیمو شده است. در این نامه به پخش سریال سقوط در این پلتفرم اشاره شده که بنا به ادعای جبلی سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در نمایش موضوعات مرتبط با جنگ سوریه را رعایت نکرده. جبلی همچنین بدون نام بردن از حمید فرخ‌نژاد به مصاحبه او با ایرانی نشنال اشاره کرده و حمایت او از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی را عاملی برای درخواست فیلتر شدن فیلمو اعلام کرده. همراه هستیم با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینما. اول از همه به همین درخواست بسته شدن سایت فیلمو بپردازیم. چرا صدا و سیما میخواد همه پلتفرم های نمایش فیلم رو ببنده؟ ببینید، ماجرا اینه که رقیبشه. اتفاقی که افتاده اینه که نظارت بر شبکه نمایش خانگی رو به رقیب مستقیمش واگذار کردن، یعنی به صدا و سیما. و توی همین نامه هم اومده که در واقع شبکه نمایش خانگی، این پلتفرم هایی که در نمایش خانگی هستن، یه سری بازیگرها و سایر عوامل رو که قبلا با صدا و سیما کار میکردن در واقع منتقل کردن اونور. اینو قبلا هم گفتن، یعنی قضیه مال امروز نیست. ولی فراتر از این ماجرا به نظر میرسه یک دعوای سیاسی امنیتی سر بین در واقع در داخل حکومت، بین دو بخش از حامیان رهبر جمهوری اسلامی برای سلطه بر شبکه نمایش خانگیه. یعنی از یک طرف صدا و سیما، از یک طرف دیگه دولت و تو همین حاکمیت یک دست. به خاطر اینکه شبکه نمایش خانگی الان شاید از معدود میشه گفتش که جایگاه‌هایی که هنوز تا حدی مخاطب داره. تلویزیون کاملا مخاطبش رو از دست داده، سینما از دست داده و الان این آقایون فکر می‌کنن که چون
شبکه نمایش خانگی همچنان یه تعداد مخاطب داره و مردم به تماشا آثارش میشینن، در واقع با همدیگه درگیرن که نظارت و سانسور بر این شبکه رو و حتی سیاست گذاری و چیزهای خیلی بالادستی تری رو در واقع به دست خودشون بگیرن. بنابراین من فکر میکنم قضیه خیلی فراتر از فیلمو یا سریال سقوطه، یک چیزیه که چند سال آغاز شده و الان به یه نقطه حساس رسیده که اینجوری علنی میشه و مثلا نامه رئیس سلاسیما و رئیس جمهور فاش میشه که میگه یکی از اینها رو که شاید قدیمی ترین یا پرطرفدارترین فیلتر بکنیم. حالا جز این دعواهای امنیتی که شما اشاره کردین، بسیاری از بازیگران سینما و اتفاق اونهایی که بسیار محبوب هم هستن در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن. با این وضعیت چطوری قراره که چه اتفاقی بیفته؟ همه فیلم و سریال ها رو که نمیتونن حذف کنن یا سانسور کنن. همین ساعت قبل استاد علی نصیریان هم اعلام کرده که جشنواره فجر نمیره. دقیقا همینطوره. ببینید این امر محاله، به خاطر اینکه مثلا الان اگر بخوان هر بازیگری که موضع‌گیری کرده در حمایت از مردم و اعتراضات مردمی آثارش رو نمایش ندن، کلی از محصولات و تولیدات تلویزیون غیر قابل پخش میشه. بنابراین این اتفاق نمیتونه بیفته. ولی از یک طرف به هر حال تندروترین بخش حاکمیت که الان با روی کار اومدن این دولت تسلط داره روی فرهنگ، میخواد همه حذف کنه. صحبت میکنه که در جشنواره فجر همین اتفاق بیفته، سلبریتی ها به اصطلاح کنار بیرن، برن جوانان انقلابی بیان، ولی اینها همش باعث ورشکستگی کامل شبکه نمایشخانگی و سینما میشه، برای اینکه مردم به هر حال این آثار ایدئولوژیک و سفارشی رو تماشا نخواهند کرد. متشکرم از توضیحات شما. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از کارکنان هلدینگ مثل فلز رنگین در شهر بابک کرمان و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و درآمد پایین مقابل فرمانداری این شهر تحصن و تجمع کردند. بنا به روایت‌های این شهروندان، شماری از کارگران بیش از یک سال حقوق معوقه دارند و اعلام کردند علی‌رغم سرمای زمستان و شب مقابل فرمانداری خواهند ماند. دادگستری شهر بابک، به طرف کلانتری و فرمانداری شهر بابک، اتصاب نیروهای هلدینگ مسفلس که آقای گودرزی صاحب این شرکت بوده و حقوق نیروها رو نمیده. چند ساله برده برده خاک و آب و قارت کرده. الان هم که ما حقوقونو میخواییم باید با زور متوسرشیم بگیریم، بعد اما کسی جوابگو نیست، جوابمون نمیده. میگن آقای گودرزی به شهر کمک میکنه، نمیدونیم چیکار کنیم. نازیلا معروفیان، خبرنگاری که با پدر مهسا امینی مصاحبه کرده بود، به 2 سال زندان و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. این حکم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا صادر می شود. نازیلا معروفیان همچنین از صدور این حکم بدون تشکیل دادگاه و شنیدن دفاعیات خبر داده. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراضات اخیر مردم را آتش زیر خاکستر و مسئله خواند که هنوز باقی است. باهنر در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، اتحاد جامعه بین الملل، اروپا، آمریکا، رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی را بی‌نظیر توصیف کرد. اما در ادامه خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، امشب هم مردم در نقاط مختلف تهران شعارهای شبانه میدهند. ویدیوهایی ببینیم که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده. رشته بهمن، مهرشهر کرج.
بله. با تایید علی خامنه‌ای، فروش اموال دولت به هیئتی به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی واگذار شده. مهمترین نکات این مصوبه که پیش از این منتشر نشده و بنابر اعلام سایت دولت آبان ماه سال جاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده به شرح زیر است. این هیئت 7 نفره به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی و دبیری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وظیفه دارد اموال غیر منقول دولت و طرح‌های دولتی را در حد اکثر یک سال تعیین تکلیف کند. اعضای هیئت 7 نفره موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت و مجریان تصمیمات این هیئت از مسئولیت قضایی برخوردار هستند. رسانه آمریکایی فوربس در مقاله نوشت بعید است رمز ارز جدید روسیه و ایران به دور زدن تحریم ها کمک کند. با توجه به تحریم های بین المللی علیه دو کشور به نظر نمی رسد این رمز ارز به طور گسترده پذیرفته شود. در همین زمینه گزارشی ببینید از هومن میرقاسمی. رمز ارز مشترک ایران و روسیه، پروژه جدید دو کشور تحت تحریم های بین المللی. چند روز پیش روزنامه روسیه ودوموستی گزارش داد این رمزارز از نوع استیبل کوین و پشتوانه آن طلا خواهد بود. در گزارش ودوموستی آمده بانک مرکزی ایران و دولت روسیه برای محقق شدن این پروژه همکاری می‌کنند. با هدف استفاده از آن به جای ارزهای رایج مانند دلار آمریکا در معاملات برون مرزی. رمزارز ایران و روسیه در یک منطقه ویژه اقتصادی در آستاراخان فعال خواهد بود، جایی که روسیه حمل و نقل محموله های ایران را پذیرفته. نکته قابل توجه به دلیل اینکه از مناطق ویژه اقتصادی می توان برای پولشویی و تامین مالی تروریسم سوء استفاده کرد. و قابل توجه تر این که جمهوری اسلامی در حمایت از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین صدها پهپاد به مسکو فروخته. گزارش ها حاکی از تلاش کرملین برای به دست آوردن موشک های ساخت ایرانند و از آن طرف ایران به دنبال خرید جنگنده های سوخوی 35 روسی است. این در حالی است که مرداد ماه امسال علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی از اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز خبر داده بود. این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش معادل 10 میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت. با این اوصاف رسانه فوربس آمریکا در گزارشی در این مورد نوشته بعید است رمزارز مشترک ایران و روسیه به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمکی بکند. به دلیل اینکه برای کارآمدی یک رمزارز باید به طور گسترده پذیرفته شود و حتی با پشتوانه طلا، کشورهایی که به دنبال تجارت با آمریکا هستند، رمزارز روسی ایرانی را نخواهند پذیرفت و مبادلات با استفاده از آن را غیرقانونی تلقی خواهند کرد. علاوه بر این، دریافت کنندگان این رمزارز شاید بخواهند آن را به ارزهای رایج مانند دلار آمریکا که قابل استفاده تر است تبدیل کنند و با توجه به پایبندی قوی صرافی‌های عمده به قوانین ضد پولشویی و تحریم‌های جهانی علیه روسیه و ایران این کار بسیار مشکلی خواهد بود. تلاشی مشابه با آنچه چند سال پیش ونزوئلا خواست با رمزارز پترو برای دور زدن تحریم‌های آمریکا انجام دهد. رمزارزی که آمریکا استفاده از آن را برای شهروندانش ممنوع کرد، متعاقباً شرکای خارجی آمریکا هم از آن استقبال نکردند و در نهایت از بین رفت. هومن میرقاسمی، لندن.
در کاوش‌های شهر باستانی پارسه شالوده دو برج بزرگ دروازه تاریخی پایتخت گمشده هخامنشیان شناسایی شده. باستانشناسان شالوده این دو برج بزرگ واقع در ضلع شمال شرقی و شمال غربی این دروازه تاریخی، همچنین ایوان و راهروی شمالی این بنا را به صورت کامل شناسایی و آشکار کردند. این عملیات در 3 کیلومتری شمال غربی تخت جمشید انجام شده. در همین زمینه علیرضا منافزاده، جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ از پاریس همراه ما هستند. جناب منافزاده، از اهمیت این کشف به ما بگید و اینکه چه داده ها و چه یافته های جدیدی رو به ما میده. درود بر شما. ببینید، کاوش های باستان شناختی در این محل مشخص که امروز زیر عنوان تولاجوری یا دروازه کوروش از آن نام میبرند، از سال 1390 شروع شده بود. دو هیئت ایرانی و ایتالیایی این کاوش ها رو انجام میدادند. همونطور که خود شما گفتید، این دروازه است که در 3 کیلومتری تخت جمشید قرار داره. در واقع این دروازه، دروازه شهر پارسه، پایتخت گمشده هخامنشیانه. به فرمان کوروش این دروازه رو از روی دروازه ایشتار بابل ساختند. البته بزرگتر از اون دروازه بوده، ولی همه نمادها و رنگها و موتیوها رو از روی دروازه ایشتار گرتبرداری کردن. کتیبه های میخی به زبان های بابلی و ایلامی و آجرهای لعابدار برجسته با نقش های گاو نر و مارجده های موشخوشو. موشخوشو در واقع نماد خدای مردوک بوده و از بین النهرین باستان به پارسه منتقل شده به فرمان کوروش. میدانید که کوروش به خدای مردوک بعد از فتح بابل اعتقاد پیدا کرده بوده و اون خدا رو ستایش میکرده. در واقع کوروش هنوز مانند جانشینانش به اهورامزدا اعتقادی نداشته، بلکه خدای مردوک رو میپرستیده. پیش از خدای مردوک هم میترا رو میپرستیده که خدای در واقع مغان در شمال ایران بوده. و این نشون میده که چقدر تحت تاثیر در واقع تمدن بابلی بوده و بسیاری از اعتقاداتش رو از بابل گرفته بوده و حتی خودش گفته که مردوک خدای بابل من رو پادشاه بابل کرد. متشکرم از توضیحات شما، علیرضا منافزاده، جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ، پاریس. در واشنگتن، پایتخت آمریکا، از آغاز خیزش مردمی با هدف همدلی با مردم ایران برنامه‌های زیادی شکل گرفته. شنبه‌های اعتراضی یکی از این برنامه‌هاست که به طور مداوم در مناطق مختلف این شهر برگزار میشه. این شنبه ایرانیان در فریدم پلازا گرد هم جمع شدن. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ماست. محل برگزاری همین تجمع، جزئیات بیشتر از شما بشنویم اردوان. الان جایی که من ایستادم اسمش فریدام پلازا است. فریدام پلازا یکی از مراکز اصلی شهر واشنگتن هستش. واشنگتن حالا دیگه به برنامه‌های شنبه‌های اعتراضی میشه گفت عادت کرده. بسیاری از مردم با پرچم‌های مختلف اینجا میان از کشورهای دیگه و همراه معترضین ایرانی میشن که در این محل و محل‌های مختلف جمع میشن. در برنامه امروز قرار هستش که گروه تظاهرکنندگان از اینجا حرکت کنن به سمت کنگره آمریکا و بعدم به سمت دادگاه عالی. اونها درخواست دارن که فشارهای اعمال فشار و تحریم‌های بیشتری رو بر علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه. من یکی از کسانی که بارها در برنامه دیدمش امروز خواستم همراه هم باشه. میشه به من بگید که اساساً چرا تو این برنامه مداوم و هر هفته حاضر هستین؟
قبل از هر چیز اجازه بدید به هموطنان عزیزم داخل کشور درود بفرستم، به زحمات شبانه روزی اونها، به اینکه در مقابل گلوله های دشمن ایستادن. واقعا به شما ها ما افتخار میکنیم و در کنارتون هستیم. من از هفته اول این برنامه ها شرکت کردم در همه برنامه هاشون. هدف اصلی اینه که ما بتونیم اتحاد رو و همبستگی رو تمرین کنیم و بتونیم با همدیگه متحد ایرانی آباد در آینده بسیار زود رو شروع کنیم و به سمت جلو حرکت کنیم. در برنامه‌های اعتراضی معمولاً هنرمندان هم همراه میشن. در برنامه امروز ما دو هنرمند رو خود، یعنی در واقع دو هنرمند در حوزه سینما رو خواهیم داشت. برزو ارجمند و سارا سید هستش که اینجا همراه مردم خواهد شد و در تظاهرات همراه مردم حرکت میکنن به سمت کنگره آمریکا. این یه سنته که بسیاری از خود هنرمندا و سیاستمداران و فعالان با علاقه به این جمع پیوستن و در واقع همصدا شدن با مردمی که در خیابان‌های واشنگتن دی سی به سمت حالا مراکز مهم حرکت کردن و شعارشون رو دادن. واشنگتن. همطور که بیشتر هم اشاره کردیم، زلزله به بزرگی 5.9 ریشتر در خوی استان آذربایجان غربی به وقوع پیوسته. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های محلی، حجم تخریب منازل در این منطقه بالاست. دقایقی قبل هم آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرده به دلیل وقوع زمین‌لرزه در شهر خوی تمام مقاطع تحصیلی این شهرستان روز یکشنبه تعطیل خواهد بود. طبق آخرین گزارش‌ها برق در مناطقی از خوی و روستاهای اطراف قطع شده. تصویری ببینیم که به تازگی از شهر خوی به دست ما رسیده. اما در اروپا گروهی از ایرانیان مقیم نروژ با درخواست اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی و قطع کامل روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی مقابل پارلمان این کشور در اسلو تجمع اعتراضی برگزار کردند. ممنون از همراهی همیشگی شما با ایران اینترنشنال. مواظب خودتون باشید. بدرود.